میگم به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستم و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. آرتمیس جان خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. بانو آرتمیس، جستار امشب در مورد معنی آزادی و آزادگی در فرهنگ ایران شهری هست. صحبت های شما رو در این زمینه میشنم. سپاس از شما بانو افسانه. ما به طور کلی هنگامی که درباره فرهنگ ایران شهری صحبت میکنیم میدونیم که فرهنگ ایران شهری یک بنیانهایی داره که ما بهش میگیم. چه فرهنگی رو ما میگیم فرهنگ ایران شهری؟ فرهنگی که به اصطلاح ایران پیش از اسلام رو شامل میشه، زمانی که ایرانیان فرهنگ ایرانی و ایران شهری یعنی کشور ایران رو داشتن و فرهنگشون مورد هجوم فرهنگ‌های بیگانه، حالا تازی، ترکی، مغولی و غیره قرار نگرفته بود. از بنیان‌هایی که ما برای فرهنگ ایران شهری همواره نام بردیم، گفتیم مهمترینش خرده، پس از خرد دادگری است، پس از دادگری آبادسازی است که آبادسازی گیتی چه فیزیکی چه معنوی همه اینها رو معنی میده و پس از آبادسازی در واقع شادزیستی است که میدونیم ایرانیان پیش از اسلام جشن‌های گوناگون و شادی‌های گوناگون رو داشتن و اصلا با شادی زیست کردن رو ارزش میدونستن و بعد از اون دهشمندی است که دهشمندی یکی از ویژگی‌های بارز ایرانیان بوده، یا به اصطلاح نیکوکاری کردن، هر چیزی رو که خودشون دارن با دیگران، خوشی‌هاشون، خوشحالی‌هاشون، خوشبختی‌هاشون رو قسمت کردن و همچنین کمک‌های دیگری که به جامعه و به افراد از خودشون کمتر دارا در واقع کم دارایی تر می‌کردن. و بعد آزادگی است. آزادگی از بسیار ویژگی های مهمی است که ایرانیان پیش از اسلام در تمام بخش های جامعه این رو داشتن، در فرهنگشون و ادبیاتشون و اشعاری که باقی مانده بگیرید تا در سیاست مداری و گیتی آراییشون تا در کشورداریشون و در تمام ارکان زندگی شخصی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ایرانیان این مفهوم آزادگی وجود داشته. برای که ما ببینیم آزادگی چیست، اول میایم ببینیم که آزادی چی هست، که چه تفاوتی داره با آزادگی. آزادگی یعنی امکان، آزادی یعنی امکان عملی کردن تصمیم هایی است که یک فرد یا یک جامعه به میل و اراده خودش میگیره، یعنی گزینش هایی که میکنه و تصمیم هایی که در اثر گزینشش انجام میده در یک اجتماع نامش آزادیه. اگر انسان بتونه همه تصمیم هایی رو که میگیره عملی بکنه و کسی یا سازمانی یا دولتی اندیشه و گفتار و کردار اونو محدود نکنه و در قید و بند در نیاره، در واقع آزادی داره. آزادی به معنی کلیش میتونه آزادی مطلق وجود داشته باشه، یعنی آزادی بی حد و مرز، ولی چون انسانها به گونه اجتماعی زندگی میکنن نمیتونن آزادی مطلق داشته باشن، چون آزادی مطلق یعنی آزادی که هیچ مرز و حدی نداره و وقتی که یک آزادی برای یک فرد حد و مرزی نداره موجب پایمال شدن آزادی افراد دیگه یا بخشهای دیگری از اجتماع میشه. به همین سبب هست که تمام جوامع قانونمند قانونها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای دارن که هم نگهبان آزادی‌های افراد اون جامعه باشن، هم یه حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌ها قرار میدن که مختل نکنه آزادی افراد یا بخش‌های دیگر از اجتماع رو، یا به اصطلاح به حقوق و آزادی‌های دیگران تجاوزی نشه.
قانون ها و مقررات جهانی به طور کلی آزادی های مردم رو در سراسر جهان و حد و مرز هاش رو تعیین میکنه. مثلا میان میگن که قوانین استفاده از اقیانوس ها در دنیا هست و مثلا خب هر کشوری که در کناری اقیانوسی هست درسته که یک مرزی داره توی اون اقیانوس تا یه اندازه ایش مال اون کشوری هست که مثلا در کنار اون اقیانوس هست یا حتی مال اون کشورهایی که در کنار اقیانوس مثلا زندگی میکنن و هست بخشی از کشورشون، اما چون اقیانوس ها مربوط به همه مردم جهان میشه و این چرخه طبیعت یک چرخه است که همه قسمت های مختلف طبیعت و کره زمین از اون میتونن اثر بگیرن، از این رو هست که حتی در حد جهانی هم آزادی هایی هم برای مردم هم برای کشورها تعیین میشه. مثلا به عنوان مثال یک کشور نمیتونه همه زباله هاشو بیاد بریزه مثلا به اقیانوس کنار کشور خودش، بعد بگه به شما چه مربوطه، این قسمت اقیانوس تو مرزهای کشور منه، مرز آبی کشور منه. نه، از این رو هم هست که میبینیم مقررات گوناگونی سازمانهای مختلف جهانی قرار میدن برای اینکه آزادی ها در جهان معنا بشه و برای اینکه حد و مرز آزادی هر فرد یا هر کشور در حدود خودش مشخص بشه و اینگونه نیست که یه نفر بگه حالا من آزادم، الان من تو این طرف مرزم، همه جنگل ها رو آتیش میزنم، بعد دود و همه آلودگی و همه مثلا به اصطلاح مشکلاتی که برای کشورهای همسایه ایجاد میشه به من مربوط نیست. برای همینه که میبینیم ما یه مقداری قوانین جهانی درباره آزادی های جهان هم وجود داره. اما آزادگی حالا چیه؟ پس آزادی گفتیم یعنی اینکه شما هر تصمیم میگیری بتونی انجام بدی، حالا خوراکت، پوششت، لباست، شغلت، محل زندگیت و همه چی. اما آزادگی یعنی چی؟ آزادگی به یک سری از منش ها و شیوه اندیشه و رفتار و کردار در واقع گفته میشه که در واقع عزت نفس و احترام به خود رو با باورهای درست انسانی و ارزش‌های اخلاقی پیوند میده. به این میگن آزادگی. آزادگی در درون به زندگی اخلاقی ما مربوط میشه، آزادگی درونی، و در بیرون به گزینش از بین چند گزینه به نحوی که اون گزینش ما اندیشه و باورهای زندگی ما هست برمیگرده. در واقع آزادگی انسانی زیستنه، چه از نظر اخلاق درونی چه منش و شیوه در واقع خوب و بد رفتار کردن بیرونی شما، و این موجب میشه که انسان‌ها فقط اگر در یک جامعه آزاد زندگی میکنن الزاماً معنی اینو نداره که آزاده هم هستن. شما ممکنه در یک جامعه کاملا آزادی زندگی کنید و انتخاب و گزینش های خودتون رو هر جوری که دلتون میخواد میخورین، میپوشین، میگردین، کار میکنین، زندگی میکنین، تجارت بازرگانی میکنین، شغل انتخاب میکنین، هر چی. اما ممکنه شما انسانی باشید که عزت نفس و احترام به خودتون با ارزش‌های اخلاقی پیوند نداره. به عبارت دیگه شما ممکنه آدمی باشید که در یک کشور آزاد سرتون رو جلوی یک ستمگر خم می‌کنید یا باور واقعیتون رو نمیگید یا مثلا خودتون رو یک جور دیگری برای اینکه مثلا در یک شرایطی بقا یا نفعی رو پیدا بکنید انجام میدید و معرفی میکنید. این رو میگن عدم آزادگی. بنابراین مفهوم آزادی مفهوم آن چیزیست که جلوه های خارجی گزینش شما رو نشون میده، اما مفهوم آزادگی یک مفهوم معنوی و اخلاقی است و معمولا هم دلیلی نداره در همه کشورهای آزاد مردم الزاماً آزاده هم باشن. حالا مفهوم آزادگی رو ببینیم در ایران باستان چی بوده. ما در کل جهان که نگاه بکنیم،
حالا کل جهان باستان رو که نگاه بکنیم، سرگذشت غم‌انگیز بردگان رو شما در یونان می‌دیدین که برده رو می‌اومدن با زمینی که می‌خریدن خرید و فروش می‌کردن. در مصر باستان می‌بینیم برای ساختن همه اون اهرام و مقبره‌های فرعونه از بردگان و نیروی کار مجانی استفاده می‌کردن. در چین باستان همین گونه بوده، در اروپا و حتی نه چندان دور در خود آمریکا بر همه روشنه که زندگی غم‌انگیز بردگان و کسانی که به گونه‌ای تحت سلطه و میشه گفت ستم دیگران زندگی می‌کردند چگونه بوده، و این یک گونه‌ای هنجار اجتماعی و مقوله عادی در زندگی روزمره بسیاری از کشورهای جهان، برخی ها حتی تا 200-300 سال پیش هم بوده، شاید کمتر، حتی تا 50-60 سال پیش هم در همین خود آمریکا در 70-80 سال پیش که کاملا سیستم هنوز بر اساس این گونه سوء استفاده از انسانهایی که به این سرزمین آورده شده بودن به عنوان برده انجام می شد. اما به جرأت می تونیم بگیم در تمام تواریخ نوشته شده، چه تواریخ شرق، چه غرب، چه اسلامی، چه غیر اسلامی، و هر آنچه که درباره ایران باستان میخونیم، ایران تنها کشوری در جهان هست که از هزاره ها پیش در هیچ جای تاریخش، نه در تاریخ خودش، نه در تاریخ کشورهای دیگر و ابرقدرت‌های دیگه، درباره بردهداری اثری یافت نمیشه در ایران. در همه نوشته‌های برجامانده از ایران باستان، از قدیمی‌ترین متونی که باقی مانده از خود گات‌ها، از نوشته‌های سروده‌های اشوزرتشت، ما می‌بینیم که نوشته شده که همه جا مردمان برابر خونده شدن و برخلاف یونان و روم باستان که بردگان هیچ حقی بر کشور و زندگی خودشون نداشتن، اما ایرانیان در هر رده، در هر پایگاهی که بودن، در هر بخشی از اجتماع که بودن، درباره خودشون و چگونگی آیین و زندگیشون دارای حق و رأی و آهنگ بودن. یعنی اینکه ایرانیان تنها ملتی در جهان بودن که باور داشتن هم به مفهوم آزادی برای همه انسان‌ها، هم به مفهوم آزادگی که یعنی اینکه جلوی ستم سر فرو نمی آوردن. بنابراین ما چیزی تحت عنوان زندگی بردواری در ایران هرگز نداشتیم، چون جزء فرهنگ ملی ما این بود که سربلند و آزاده باید زندگی کنید و نباید جلوی مثلا حرفتون رو به خاطر کس دیگری عوض بکنید، یا از ستمگر بترسید و سر فرو بیفکنید، یا خاموش بشینید در برابر ستم و امثال اینها. در ایران کشوری است که در همه تاریخش همواره به کارگران و کار اونها ارج گذاشته شده و مزد و پاداش بهشون پرداخت شده. حتی به کار سپاهیان دشمن که برای ویران کردن ایران، مثلا سپاهیان یونان و روم که ابرقدرت های اون زمان بودند به غیر از ایران و به ایران حمله ممکن بود بکنند و در جنگ اسیر می شدند، حتی این اسرا چنان به کارشون ارج نهاده می شد که مثلا پس از ساختن شوشتر به دست اسیران رومی، چون اینها رو ویران کرده بودن، بهشون گفتن حالا خودتون، اسیرهایی که گرفته بودن، بودن خود شما که سپاهتون اومده و ویرانی و جنگی رو ایجاد کرده، بایستی وایسین، به جای اینکه فقط اسیر جنگی باشید باید شروع کنید به ساختن و سازندگی خرابکاری هایی که کردید. و از اون رو هم بود که می دیدید که مثلا اسرای رومی به سرپرستی حتی فرماندهان رومی خودشون، ولی زیر نگرش مهندسان ایرانی میان و سدی یا بندی بر شوشتر میسازن و از ایرانیان و ایرانیان از اون اسیرهای رومی میخوان در کنار اون بند برای یادبود کار خودشون یک بنایی به معماری رومی بسازن که حتی همکنون نام اون بندی که تو شوشتر هست رو به میگن بند قیصر، و نام اون برجی که کنار اون بند ساختند اسرای
رومی اسمش هست میل قیصر، میل یعنی همون برج. و این آزادگی رو ما در همه آثار باقی مانده و باز مانده در واقع از دوران پیش از اسلام میبینیم. مثلا شما در شهر پارسه تخت جمشید همواره بر سرستون‌ها نقوش گاو میبینید، در واقع وزن سقف رو روی شونه های گاو گذاشتن که حیوان به اصطلاح حیوان کاری بوده، ولی هرگز در معماری ایرانی نمیبینید بار و وزن ستون‌ها، سر ستون‌ها رو سر انسان و شانه انسان بگذارن، بلکه در معماری یونان و روم شما این رو می‌بینید که سقف‌ها رو و سر ستون‌ها رو بر سر و گرده انسان‌ها در واقع می‌گذاشتن و سمبولی بوده در واقع از برده‌داری و استفاده رایگان از انسان‌ها برای کارهای طاقت فرسا. اینو اگر شما در اروپا یه چرخی بزنید در تمام معماری هایی که در روم، در ایتالیا، در یونان، در بسیاری از بخش های کهن اروپا میبینید، معماری های باستانشون ستون ها بر گردن و گرده انسان ها گذاشته شده و سر انسان زیر سقف ها قرار داره. حالا مفهوم آزادگی رو در حکمت ایرانی ببینیم چیست. در حکمت ایرانی بر این موضوع خیلی اهمیت داره، برای اینکه خیلی اوقات افراد میپرسن از من که در حکمت ایرانی وضعیت آزادگی چی بوده. در کتاب دین کرد که در واقع از متون بسیار ارزنده‌ای هست در برگیرنده در واقع نگاه ایران شهری به زندگی و به هستی و بازمانده از دوران ساسانیان، میخونیم که بنیاد آفرینش و دهش پروردگار بر این اصل استوار است که هر انسانی بر جان خیشتن شهریار است. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی در واقع آزاد و آزاده است و فرمان روای در واقع جان و روان و در واقع آن چیزی است که ما اون رو در واقع عرفان مینامیم، آن چیزی است که جان انسان نامیده میشه و نگاه عرفانی انسان رو شامل میشده. بزرگ مهر حکیم به ویژگی، یعنی 10 تا ویژگی رو از ویژگی های اهریمنی رو به انوشیروان، میدونیم که انوشیروان بزرگترین شاهان تاریخ ایران، از شاهان دودمان ساسانیه، به انوشیروان بزرگ مهر حکیم که وزیر خردمندش هست یادآوری میکنه و از 10 ویژگی اهریمنی که میشمره در آغاز از آز و نیاز صحبت میکنه، میگه دو دیوند با زور و گردن فراز، چنین داد پاسخ که آز و نیاز. اینو ما حتی تو شاهنامه داریم، در واقع سخن بزرگ مهر بوده به انوشیروان و این آز و نیاز روح آزادگی و بلند نظری رو در انسان میکشه. حالا آز و نیاز چی هستن؟ آز که همون رشک، حسد و بیشخواهیست، افسونخواهیست، و نیاز هم که یعنی نیازمند بودن و محتاج بودن و زیر دست بودنه. و بنابراین میگه که آز و نیاز یعنی همین که شما خیلی زیاده خواه باشی، همین که خیلی نیازمند و مستمند باشی و واقعا به اصطلاح دست به دهنت نرسه، اینها موجب میشه آدمی رو بله قربانگو بکنه، درو بکنه، فرومایه بکنه و آماده بکنه به کرنش در برابر قدرت حاکم، نیروی برتر، آدم ستمگر. و برای همین آز و نیاز از نکاتی است که در حکمت ایرانی بهش اشاره شده، جزء ویژگی‌های اهریمنی است که آزادگی رو در انسان از بین می‌بره. نگاه ایران شهری رو به آزادگی از خلال شاهنامه حالا بررسی کنیم. فردوسی در شاهنامه به نیکی در واقع میاد و از منش ایران شهری صحبت میکنه و میگه که
پیوند در واقع یک جور پیوند منش ایران شهری رو با آزادگی نمایش میده تو داستانهای گوناگونش. میگه که آزادگی از بنیادی ترین ملزومات زندگی انسانه، در زندگیش آدمیه. فردوسی در شاهنامه این بیت رو سروده: مرا مرگ بهتر از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی. ببینید این همون چیزیست که ما توضیح میدادیم، میگه مرگ از زندگی، که من با اینکه میخوام سالار باشم، یعنی هم آزادم هم وضعم خوبه و همه چی، ولی بنده هستم، یعنی اینکه با اینکه ممکنه من آدمی باشم که در یک جایی هستم که آزادم، وضعم هم خوبه، همه چی، ولی اگر آزادگی نباشه بندگی دیگران رو من بکنم، اون بهتر که زنده نباشم. و به زیبایی بیان میکنه برای انسانی که در واقع مختار اختیار زندگیش رو داره و قائم به خودش و اینجوری آفریده شده، آزاد آفریده شده، زندگی در بند و اسارت، در بند خواسته های کوچک خیشتن، در واقع از مرگ هم بدتره. یعنی اینو نشون میده، همون آز و نیازی که گفتیم، اگر شما زیاد خواه باشید یا زیاد از حد کم داشته باشید و نیازمند باشید، در هر حالت نشون میده که شما سرتون رو میارید پایین و از آزادگی فاصله میگیرید، و اینکه زندگی کوتاه ما در واقع، در این زندگی کوتاه ما، طمع و آز و نیاز دست و پای آزادگی انسان رو چطور میبنده. فردوسی میگه: چدانی که ای در نمانی دراز، به تارک چرا بر نهی تاج آز. یعنی چرا رو سر خودت تاجی از آز میذاری، از زیاد خواهی چیز میکنی میذاری بر سرت، تو که به هر حال یک عمر محدودی داری. چو دانی که در نمانی دراز، به تارک چرا بر نهی تاج آز. بنابراین میگه که در یک عمری که به هر حال حالا یه 70 سال، 80 سال، 90 سال هست، این آز و زیاد خواهی و طمع میتونه تو رو در واقع کوچک کنه و بنده و برده دیگرانت بکنه، برای اینکه به اون خواستهای زیاده از حد بلند پروازانه یا زیاده از حد غیر معقولی که میخوای برسی. در نبرد پرآوازه و جانانه رستم و اسفندیار، در واقع خود رستم، جهان پهلوان رستم، روان آزادش رو اینگونه میاد و نشون میده به ولیعهد ایران. میگه: ز من هرچه خواهی تو فرمان کنم، به دیدار تو رامش جان کنم. مگر بند که از بند آری بود، شکستی بود، زشت کاری بود. نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم بر این است و بس. میگه که یعنی هیچ آدمی تا روزی که من زندم من رو در بند نخواهد دید، برای اینکه روان روشن من به خاطر این آزادگیم هست. و صحبتی که میکنه رستم در نبرد رستم اسفندیار، میگه من اگه میخوای ببریم به حضور شاه، چون ولیعهد اومده که رستم رو ببره به حضور شاه به اصطلاح، میگه من خودم با پای خودم میام، ولی اجازه نمیدم تو دست منو ببندی و منو بردوار ببری به حضور شاه. و بعدم همین میگه دیگه، میگه که مگر بند که از بند آری بود، شکستی بود، زشتکاری بود. من آرم میاد که بند بر دستم بذاره و این برای من شکست و زشتکاری است، برای اینکه من مشکلی ندارم و خودم با پای خودم میام به دیدن شاه. یعنی منظورش که من جرمی انجام ندادم، برای چی میخواین دست منو حالت دست بسته منو ببریم به دیدن شاه؟ اگه اومدی منو ببریم، من خودم میام. این روحیه آزادگی رستم رو نشون میده. و این شیوه نگاه ایران شهری و فردوسی در واقع به مفهوم مقوله آزادگی انسان و جانش، بعد از حتی درگذشت فردوسی و تسلط ترکان بالاخره متعصب و سرکوبگر آسیای میانه، این نگاه آزادگی در مردم ایران آهسته آهسته فراموش میشه و ایرانیان مفهوم آزادگی و آزاد زیستن رو فراموش میکنن
باش بیگانه میشن و مردم هراسیده، مردم خودسانسور، مردمی هن که بدون آزادگی یاد میگیرن زندگی میکنن. و متاسفانه میبینیم که همین امروز هم در این کشوری که الان نصف جمعیتش مثلا خیلی هاشون حداقل معترضن و یک عده‌ای هم در گوشه گوشه شهرستان های حتی کوچک ریختن بیرون و جلوی ستم و ستمگر دارن مبارزه میکنن، یک عده‌ای رو ما خاموش میبینیم. و اون عده‌ای که خاموش هستن همون هایی هستن که آزاده نیستن، یا آز دارن، طمع دارن و سرشون تو آخر حکومته، یا نگران هستن که مبادا جان و مال و زندگیشون رو از دست بدن و به همین روی سر جلوی ستم و ستمگر دارن فرود میارن و در بخشای از ایران خاموش نشستن. اگه پرسشی دارین بانو افسانه میتونیم بکنین تا من بیام بعد درباره مفهوم آزادگی در واقع در دنیای امروز در جهان صحبت کنیم. این سوال برای من پیش میادش که چقدر فرهنگ اسلامی، یعنی در واقع همون بی فرهنگی اسلامی، چون میدونیم مثلا اسلام فرهنگ از خودش نداره جز وحشیگری که بخواییم اسمش بذاریم فرهنگ اسلامی، در پایین آوردن آزادگی در طول این 1400 سال در روح و جان ایرانیان تاثیرگذار بود. یعنی تضاد اسلامی با آزادگی در چه حد؟ دقیقاً، خیلی پرسش خوبی کردین. خیلی ببین، اسلام ما میدونیم نه مفهوم آزادی رو اصلاً میفهمه، این ایدئولوژی اسلامی اصلاً مفهوم آزادی رو نمیفهمه، مفهوم آزادگی رو هم اصلاً نمیفهمه. حالا چگونه؟ شما نمیتونید در باوری که به شما میگه برای خوردن و خوابیدن و نفس کشیدنتون 1400 سال پیش ما یه فرمولی گذاشتیم و تمام این سالها شما باید بر اساس اون زندگی کنید، اصلا آزادی گزینشی داشته باشیم. بنابراین شما به عنوان یک مسلمان نه آزادید هرچی دلتون میخواد بخورید، نه آزادید هرچی دلتون میخواد بپوشید، نه آزادید به هر شیوهی دلتون میخواد زندگی کنید، نه آزادید اندیشه ای رو به میل خودتون بپذیرید یا رد کنید. برای که شما حتی پرسش که می کنید در از این مسلمین، در واقع از این حجت الاسلام و اینا، بلافاصله به شما انگ شرک و کفر و منافق بودن و از دین خارج شدن و محدور و دم بودن و فاسد بودن و ضد خدا و پیغمبر بودن و دشمن قرآن و اسلام بودن میزنن و شما حتی سرتون رو میبرن، کما اینکه شما در فرانسه، کشوری که خودش جوری به هر حال مهدی از آزادی است، حالا حتی اگر ما آزادی گرم کار نشیم، مهد آزادی که الان هست دیگه، مردم طبق قانون فرانسه میتونن هر جور دلشون خواست زندگی کنن، آزادی گزینش خودشون، زندگیشون، شیوه پوشیدن و خوردن و خوابیدن و محل زندگیشون، کارشون، شغلشون، همه چیشون رو میتونن داشته باشن. ولی شما در همین کشور میبینید مسلمون جماعت هنگامی که معلم یک مدرسه بیاد و نقدی بر اسلام بکنه، میتونن سرشو بر خیابون تو روز روشن در کشور آزاد با یک قانون به اصطلاح اساسی آزاد و حالا دموکراتیک که اجازه میده که مردم بیان با انتخابات خودشون رأیشون رو بریزن و هر چی که دلشون خوان، حالا بد یا خوب، هر چی که هست برای کشور خودشون داره و لابد کار میکنه، اونجوری میتونن زندگی کنن. در همون کشور این دین اجازه نمیده به کس دیگری از اون مردم آزادی که خودشون به اینها اجازه دادن بیان تو کشور ما و شما هم آزادین هر کاری میخواین بکنین، اینا میرن آزادی اونها رو مختل میکنن و اجازه نمیدن هیچ جایی بوی از آزادگی به مشام کسی برسه. اسلام هر جا میره توأم هست با خفقان، با بگیر و ببند، با زد و خورد، با ضرب و جرح، با شکنجه، با سنگسار، با چشم در آوردن، با دست زدن، پا قطع کردن، با نمیدونم شلاق زدن و با انواع و اقسام قساوت ها و بیرحمی هایی که شما دارید میبینید. شما حتی میبینید در اسلام
کشدار حیوانات چقدر شکنجه آوره و مثلا شتر بیچاره رو که میخوان بکشن یه چاقو تو گلوش میکنن، انقدر این شتر رها میشه با چاقوی تو گلوش خون ازش بره تا این شتر با شکنجه بعد از یک ساعت مثلا 40 دقیقه بیفته یه گوشه بمیره در اثر خونریزی زیاد و از دست رفتن خون بدنش. شما با یک همچین ایدئولوژی خطرناکی مواجه هستید و جالبه که برای شما همه چیز در محدوده آزادی دکانداران خود دین محدوده و اونا چون خودشون رو نماینده در واقع خدا میدونه، همون گونه که پیامبرش برای خودش بی اندازه زن رو آزاد کرده بود و به بقیه میگه شما 4 تا حق دارین بگیرین، ولی برای خودش نامتناهی اجازه داشت زن بگیره و پسراش هم حتی همین گونه بودن و فرزندان یا نوه هاش و این ها در واقع همین گونه بودن، حسن و حسین و شما دیگه داریم میبینین، علی و این و اون، ببینین هر کدومشون در تواریخ اسلامی نوشته هر کدوم چند تا زن داشتن، چند تا صیغه داشتن، چگونه زندگی میکردن. خب این قانون 1400 ساله به طور کلی به شما هیچ آزادی نمیده، نه فردی نه اجتماعی، یعنی نه تنها شما آزاد نیستین بلکه آزادی اجتماعی هم از همه مردم باید گرفته بشه. اماکنی که اسلام خوشش نیاد باید در یک کشور بسته بشه. نمیدونم مثلا به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان مثال مثلا کازینو باید در کشور اسلامی نباشه چون قمار از نظر اسلام خوب نیست. بعد نمیدونم این نباشه، اون نباشه، مسابقات مثلا فلان نباشه، این جور ورزش ها نباشه، اون جور فعالیت ها نباشه. یعنی فقط آزادی های فردی افراد نیست که گرفته میشه، در کشورهای اسلامی آزادی های بسیار زیادی از تمام اجتماع و جنبه های گوناگون اقتصاد و تجارت و سیاست و زندگی فرهنگی و همه چی گرفته میشه. چرا؟ برای که باز در اسلام هنر اصلا ممنوعه، حرامه. شما هنرها چی هن؟ رقص، آواز، نمیدونم سینما، خب اینا همش اینا محدودیت داره برای اسلام. مجسمه سازی که اصلا حرامه در اسلام، نقاشی و کشیدن شمایل در اسلام حرامه. بنابراین شما میبینید اسلام فقط زندگی فردی شما رو به عنوان یک فرد تنگ تکلیف نمیکنه، برای تمام ارکان اجتماع و اقتصاد و سیاست و همه چی داره بکن نکن و قانون میذاره. و چرا؟ برای که پیامبر اینها یه حکومت تشکیل داده 1400 سال پیش و همه اون شیوه 1400 سال پیش حکومتی رو اینا به عنوان الگو دارن و در تمام کشورهای اسلامی مو به مو دارن اجرا میکنن، میرن جلو. حالا این از این نظر که پس اسلام کلن با مقوله آزادی گرفتاری داره و اصلا دینیه که هیچ گونه آزادی به شما نمیده. اما حالا آزادگی چطور؟ آزادگی هم در اسلام معنی نداره. چرا؟ برای اینکه آزادگی یعنی شما باید حرف درست و حرف حق بزنید. و آیا در قانون اسلامی به شما هرگز همچین چیزی اجازه داده میشه که شما برید حرف حق بزنید در جایی؟ شما سرتون رو از دست میتونید بدید. بنابراین شما نمیتونید آزاده باشید که اون منش و شیوه اندیشیدن خودتون رو حتی بیان کنید و بیاید و جلوی ستمگر بگید مثلا رهبر انقلاب تو آدم کشی، تو ستمگری، تو اینی، تو اونی. شما اجازه بهتون نمیدن بلا فاصله با اولین حرفی که از دهن هر کس در بیاد میگن توهین کردی به رهبری، به ولایت فقیه، به جمهوری اسلامی. و برای خودشون بله و برای خودشون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو درست کردن. یعنی این سپاه پاسدارانی که روز اول درست شده، سپاه پاسداری از مردم ایران و کشور ایران و تمامیت ارضی ایران، حرفاً پاسداران انقلاب اسلامی هست. یعنی اینا برای سیستم خودشون پاسدار درست کردن که فقط این انقلاب و این حکومت اسلامی رو براشون نگه داره و از روز اول هم اصلا قولی به مردم ندادن که ما اومدیم که برای شما کاری بکنیم، برای ملت و برای کشور و برای تمامیت ارضی. و از روز اول نفس این حکومت بر اساس این بنا شد که ما اومدیم دنبال حقوق مسلمین جهان و صدور انقلابی،
و برای همینه که شما میبینید در مثلا لبنان، در سوریه، در نمیدونم عراق، در نمیدونم افغانستان، در پاکستان، اینا همینطور خرج گروه های تروریستی و صدور انقلابشون به اصطلاح میکنن و از اون طرف تا اندونزی میرن مسجد میسازن. در اندونزی پول مردم ایران رو برمیدارن میرن مسجد و حسینیه و نمیدونم این حرفا میسازن، در مالزی میسازن، در فیلیپین برای گروه ابو سیاف اینا سالهای سال یه گروه تروریستی مسلمان اونجا پول میفرستادن، برای سودان و تونس و این کشورهای درب داغون و اون طرف هم یه مش آفریقایی رو هم سومالی و این حرفا برای اینها هم پول میفرستن. در شما در سومالی و اینجور جاها که میرید میبینید نوشته درمانگاه مثلا نمیدونم محمد، مثلا محمد رسول الله ساخت به هدیه جمهوری اسلامی ایران به مردم سومالی، مدرسه میسازن به مردم سومالی، در حالی که بچه های خودمون در سیستان و بلوچستان توی کپر میشینن و مردم خودمون در دوران کرونا بیش از 1 میلیون انسان در ایران از بین رفت و نه امکانات بیمارستانی بود، مردم بردن رو زمین های درمونگاه و بیمارستان ها. دیگه فیلم ها و عکساش همه اومد و ما هممون دیدیم که مردمی که روی چاه های نفت و گاز و همه این ثروت های ملی خابیده زیر این کشور نشستن و گرسنن و تا شکمشون خم میشن توی سطل زباله و غذاشون از سطل زباله به دست میارن، بچه هاشون پابرهنه در کپرها مدرسه میرن و به چاپ به چاپ و به دوز به دوز بی نهایت. بنابراین آن تأثیری که 1400 سال حکومت‌های اسلامی گوناگون زیر سیطره اول که خلفا بودیم، خلفای به اصطلاح راشدین که تموم شد، خلفای اموی و عباسی و همین گونه، بعد اومد و رسید بعد به دوران به اصطلاح ترکان خوارزمشاهیان و بعد سلجوقیان و غزنویان و بعد رسید به صفویه و همینجور ترک اندر ترک که همه این هم ترکای آسیای میانه بودن که مسلمانشون کرده بودن و اینا از خود مسلمان ها خطرناکتر شده بودن، برای که اینا یه مش آدمای اونام بیابانگرد بودن و آدمهایی بودن که خودشون به طور نفس زندگیشون اصلا خیلی خشونت‌زا و بیرحم بود و اون اوقاتی هم کردن دیگه با اسلام دیگه دستی بود که یعنی شمشیر آخته‌ای بود که از آستین زرتشتان آسیای میانه برای ما ملت ایران به مدت 1000 سال تا دوران صفوی، در واقع تا پایان دوران قاجار 1000 سال ما حکومت ترکان و مغول‌ها و اینها رو داشتیم در ایران. و جالب چیه؟ و جالب اینه که تمام این 1400 سال یک روزش نبوده به غیر از 50 سال دوران پهلوی، یک روز نبوده که این کشور بمباران اسلامی نشده باشه. حالا شما از همینجا قدمت و عمق بینش ایرانی ببینید چقدر بوده که اگر حتی الان ما مثلا 60% دیگه بیشتر ایرانی نیستیم به خاطر اون 1400 سال، مثلا 40% 45% ممکنه از وجود ما اسلامیزه شده باشه، فرهنگمون و هویتمون اسلامی تونسته باشن کرده باشه، ببینید چه اندازه نیرومند بوده اون فرهنگ و این نیرومندی فرهنگ توسط آثار درخشانی از خدای نامه ها که فردوسی در واقع اونو به شعر در آورد به صورت ارزش‌های ملی سینه به سینه این ملت 1000 سال اومد و اینها یکی از چیزهایی بود که ما اسطوره‌هامون رو می‌دیدیم، میتولوژیمون رو می‌دیدیم در این داستان‌ها و ما می‌دونیم بخشی از شاهنامه تاریخ، بخشیش حماسه است، بخشیش اسطوره است. اون بخشی هم که اسطوره بوده امروز ثابت شده تاریخ واقعا، برای که کیانیان و پیشدادیان هم تشخیص دادن که بله در خراسان بزرگ، در جایی که بلخ و هرات امروزی هست و در پنجیکند بالای تاجیکستان در کوه‌ها آثاری پیدا کردن که دیدن
در واقع دوران کیانیان و پیشدادیان دوران واقعی ایرانیان بوده و اون دورانی بوده که ایرانیان برای نخستین بار حکومت تشکیل دادن. شاید دورش میخوره مثلا به 7000 سال پیش، ولی حکومت که تشکیل دادن از همون موقع این فرهنگ ایرانی و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ایرانی شروع کرد به شکل پیدا کردن، نماد پیدا کردن، ستایش و علاقه ایرانیان به نور و آتش و گرما که از دوران کیانیان ما میبینیم، از دورانی که میگیم مثلا کیومرث و هوشنگ شاه و اینایی که شاهان بستا دودمان کیانیان، پیشدادیان کیانیان هستن، اینا همه نشون میده این مراسم مثل جشن سده و امثال هم از اون دوران در ایرانی ها و فرهنگ ایران شکل گرفت و اینها شد ارزش و بعد در برابرش ضد ارزش ها دیو و اهریمن ایجاد شد در جلوی اهورامزدا، یا به اصطلاح آن چیزی که ما منبع و مرکز نور و به اصطلاح آفرینش و نیکی و پاکی و راستی و درستی میدونیم، در برابرش ما دیو و اهریمن رو قرار دادیم و این دیو و اهریمن بدیهای جهان بود که همواره باید نیکی با بدی بجنگه در فرهنگ ایرانی و نیکی باید به بدی پیروز بشه و شکست بده بدی رو. برای همین میبینیم که ما انسانهایی شدیم که در دوران اشوزرتشت زندگیمون بر مبنای اندیشه و گفتار و کردار نیک ارگانایز شد یا دسته بندی شد یا کلاسه بندی شد و از اون زمان هست که ما ارزش شده بود برامون آزادی، آزادی گزینش، آزادی تصمیم گیری، خرد، دانش، اندیشه، اندیشیدن در چارچوب اخلاق و اینها ارزش های ما بود و این ارزش ها جریان پیدا کرد در این ملت. زشت ترین کارها رو ما دروغ می دونستیم و دروغ رو پایه اولیه و هسته اولیه ایجاد اهریمنی شدن در زندگی انسان ها می دونستیم. اگر که شما آغاز کنید به دروغ گفتن، اهریمن خواهید شد به مرور و دروغ و دروغ‌های بعدی خواهد آمد و دروغ‌های به مرور بزرگتر میشن و انسان رو از جاده راستی و درستی خارج میکنن. دقیقا ببینید نقطه مقابلش دین اسلام. شما تقیه دارین، خدعه دارین، نمیدونم هزار نوع رشوه دادن دارین، میرین به امامزاده هاتون رشوه میدین، میرین به خدا رشوه میدین، نمازتون رو میتونین بخرین، روزتون رو میخرین که برین بهش. یعنی تمام این زندگی اسلامی از نهادش هسته اولیش توأم با ناراستی و نادرستی، عدم آزادی و آزادگی، خشونت و بیرحمی، تعطیل کردن اندیشیدن و گزینش و خرد و در نتیجه از شما میخواین در 1400 سال چی بسازه؟ امت اسلام. مردم ایران میشن امت اسلام که 44 ساله این حکومت شبانه روز در حال اینه که مردم رو تبدیل کنه به امت اسلام و نمیتونه و هی تو سر این ملت میزنه و هی گلوله به سر و پاشون میزنه و هی زندانشون میندازه و هی شکنجهشون میده، ولی باز مردم ایران اون روحیه آزادگی درشون هست. اینا بلند میشن، اینا اعتراض میکنن، زنان میان خط مقدم، مردان جانفشانی میکنن و این قدرت و پایه بنیانهای اندیشه ایران شهری رو در نهاد این ملت نشون میده که همین جور 44 سال اینا مشغول ستمن با آژیده هاک، مشغول مبارزن با ستم آژیده هاک، مشغول مبارزن با واژگون کردن اهریمنان و از بین بردن اهریمنان و زندگی کردن و دنبال شادزیستی بودن و دنبال آزاده بودن و آزاد بودن. و همه اینا نشون میده که اهمیت فرهنگ، وقتی ما میگیم یک ملت 10000 ساله یک استخوانبندی قوی فرهنگی داره، فرق میکنه با یک ملت 300-400 ساله. برای همینه، برای اینکه اسطوره های هزارها با مردم اومده در دل و جان این ملت، این فرهنگ، این مراسم، این نوروز، اون چهارشنبه سوری، اون شب چله، اون سده، اون جشن مهرگان،
اینا با مردم اومده، با پوست و خون و گوشت مردم عجین شده و مردم دوست دارن اون فرهنگ ایرانی رو. هر چی تو سرشون میزنن، هر چی به زور اسلام به حلقوم این ملت کردن، این ملت بیشتر بالا آوردن، بیشتر فراری شدن، بیشتر فاصله گرفتن، بیشتر برگشتن سمت هویت اصلی ایرانی، نامهای ایرانی، شیوه های ایرانی، جشنهای ایرانی، موزیک خودشون، سازهای ایرانی. هر چی به این مردم فشار میارن، این خیلی جالبه و این واقعا میگم استخوانبندی فرهنگی یک ملتی رو نشون میده که فقط یک تمدن نبوده، خوراک فکری به جهان داده. اشو زرتشت خوراک و فلسفه اندیشیدن به مردم جهان ارائه کرد و فرق تمدن ایران با تمدن مصر در اینه. مصری ها تمدن بزرگی بودن از نظر معماری و فیزیک، یعنی همه دستاوردهای فیزیکی، اما هرگز حرف و اندیشه و خوراک فکری برای ارائه نداشتن. فرعون براشون خدا بود. در ایران هرگز شهریار خدا نبود. شهریار یک فردی بود که از سوی اهورامزدا و از سوی مردم این واجد این شرایط شده که بیاد برای سازندگی میهنش و برای کمک کردن و بهتر کردن جهان. و اگر خطا و اشتباهی هم میکرد، مثل فرعون خدا نبود، کسی جرأت نداشت بگه بالای چشت ابروه. شاهان ایران اگر خطایی میکردن به دادگاه برده میشدن و یک عده داور مینشستن و پرسش میکردن و بازخواست میکردن و دلیل میخواستن از شاه برای کاری که انجام داده و به نظر اشتباه بود، و اگه شاه نمیتونست خوب از خودش دفاع کنه، شاه رو از سلطنت خلع میکردن و پسرش یا نوهش یا برادرش یا کسی از دودمانش رو میابردن که میدیدن واجد شرایطه، به جای او مینشوندن. بنابراین به خاطر همون روحیه آزادگی که در مردم ایران هستش، حتی شاه رو استیضاح میکردن و در واقع فر ایزدی که باور داریم هنوز هم با ایرانی ها از شاه گرفته میشد. حالا یاد نوست و مردم هم وقتی ستمگرشون بودن که خلش کردن. بله دقیقا. اسلام در ذاتش وحشیگری و ستمگری و فریبکاری و دروغ چیزی نداره. الان هر چقدر جلوتر میریم و مردم ما متوجه این چم، مخصوصا این روزها دوباره مردم روحیه آزادگی خودشون که به این باور رسیدن، ملت ما که راهی به جز این ندارن که در برابر ستمگری حتما باید از همون فرصت آزادگی برای رهایی استفاده. دقیقا همین گونه است و آزادگی هست که برای مردم یک کشور سربلندی میاره. ببینید ملت هایی که مثل افغانستان کنونی، اینا همینطور تو سری میخورن، از اولش از اون طالبان، بعدش شد القاعده، بعدش این دوران حکومت جمهوری اسلامیشون اومد که یک 20 سالی فقط اینا تونستن یه 4 تا در چارچوب باز همون اسلامه یه 4 تا کار کوچیکی بکنن، ولی چون باز اون اسلامه وجود داشت و اون اجازه آزادی و آزادگی رو نمیداد، در نهایت یک اسلام ستمگر تر دیگری، دست ستمگردر دیگری از دست اون آستین اسلامشون در اومد و دوباره زد تو سرشون و این ملت همینجور زیر اون برقه ها و توی خاک و خل و کثافت دارن زندگی میکنن و هیچ روحیه‌ای برای مبارزه، برای آزادی، برای آزادگی، برای زندگی خواستن، برای سرنگون کردن اهریمن درشون نمیبینی و این متاسفانه مشکل اسلام. چون هویت و روحیه و منش انسانی رو ایدولوژی اسلام از این ملت افغانستان واقعا گرفته، یعنی واقعا باورشون شده که در این دنیا باید به بدترین شکل و سختترین شکل و پسترین شکل زندگی کنن تا در جهان آخرتی که اسلام بهشون وعده داده حوریای چنان فلان و نارپستان و 14 ساله نصیبشون بشه و پای جوب شراب بشینن و
این بوز و جالبه در همین زندگی هم افغانی ها تا خرخره در فساد هستند. برای چی؟ برای اینکه میبینیم که مواد مخدر داره، بیشترین مواد مخدر در افغانستان تولید میشه و آورده میشه از طریق ایران به اروپا فرستاده میشه و به بقیه جاهای دنیا توزیع میشه. میبینید که چه اندازه در اینها متاسفانه ازدواج با بچه 6 ساله و 7 ساله و 8 ساله زیاده. میبینید که چه اندازه سوء استفاده جنسی از پسر بچه ها در این کشور زیاده. اصلا پسر بچه ای در افغانستان نمیبینید که دست کم 10 بار اینو آمارو که چیزای خودشون بود، من از روی سایت های اخبار افغانستان میخوندم که اون موقعی که تازه هنوز این طالبان جدید نیامده بود، یک 4 دونه تحقیقی هم انجام میشد هنوز، و اگه شما گفته بودن اینقدر وضع این جامعه افغانستان نظر اخلاق خرابه و نمیدونستن با چیکار کنن، میگفتن بچه های افغانستان هر کدوم بین 5 تا 10 بار دست کم بهشون تجاوز میشه، دختر بچه و پسر بچه، و این فاجعه است. و از سوی کی؟ از سوی محارم، دایی و عمو و این و اون، یعنی افراد دوروبر، پدر و اینها. و میبینید که چه جامعه واقعا منحط، چه جامعه فاجعه بار، بی سواد، فقیر، بدبخت، تو سری خورده ای. اسلام از این مردم بی نوایی که تا 200 سال پیش بخشی از ایران بودن، چگونه از اینها اسلام افراطی چگونه یقه اینا رو گرفت و خشکوند در واقع ریشه هویت ملی رو در افغانستان. حالا بانو افسانه یک توضیح کوچکی هم بدیم درباره این که در جهان امروز، در جهان مدرن، در واقع آزادگی چه معنی داره. در جهان مدرن اینو من به شما بگم، آزادگی هنر انسانی زیستنه، در واقع هنر رعایت دادگری، انصاف و راستگویی، حتی اگه برخلاف منافع شخصی خودمون باشه. آزادگی یعنی اینکه انسانیت رو حفظ کنیم، ارزش‌های انسانی رو حفظ کنیم، حتی اگر منافعم یا زیانی به من میرسه یا به خانوادم میرسه، به خطر میفته، ولی باید آزادگی داشته باشیم. آزادگی دروغ نگفتن، تملق نگفتن، سرخم نکردن در برابر ستم و ستمگره. آزادگی یعنی اینکه من بتونم بپذیرم من باید صدا داشته باشم و صدامو برسونم به گوش بقیه مردم جهان، و این آزادی و آزادگی رو برای بقیه هم قائل باشم، نه اینکه مثل رسانه‌های الان آمریکا همه این رسانه‌ها و مدیا فقط یک صدا رو پوشش میدن و اون 50% دیگه صدا این مملکت رو کلن حذف میکنن و سانسور میکنن. آزادگی یعنی چی؟ یعنی برای منافع ملی، اجتماعی و سیاسی خودمون دیگران رو نفروشیم. کاری که شما باز دارید میبینید در همین کشورهای پیشرفته متاسفانه امروزه آزادگی داره از بین میره و خیلی وقت داره از بین میره، و میبینید که به خاطر منافع حزبی و منافع مالی و منافع گروهیشون کشورشون هم حتی حاضرن بفروشن به گلوبالیستا. آزادگی یعنی با عزت نفس به خودمون و به دیگران نگاهمون در واقع انسانی باشه، با یک عزت نفسی ما داشته باشیم نگاه کنیم، اینقدر در واقع آز و نیاز نداشته باشیم، اینقدر خودمون و دیگران رو کوچک نکنیم، تحقیر نکنیم و در واقع کرامت انسانی رو در واقع برای زندگی خودمون و دیگران قائل باشیم. شما کسی که ازش آزادگیشو بگیرین تو سری خور بشه، بله قربانگو بشه، متملق بشه، دیگه کرامت انسانی براش نمیمونه. و شرط آزادگی اینه که نه ما بخوایم برای سایرین نسخه شیوه زندگی و اندیشیدن و گفتار و کردار بپیچیم و نه اجازه بدیم دیگران بیان و آزادگی زندگی و آزادی زندگی دیگران رو ازشون بگیرن و تو دهن دیگران بزنن، نذارن کسی حرف بزنه، نذارن آنچه که
در ذهنش میگذره و فکر میکنه که باید بگه و درسته رو بگه و بتونیم به هر آن چی که خلاف انسانیت، خلاف شرافت، خلاف اخلاق نیکه نبگیم. یعنی از این نگفتن نهراسیم. این یکی از مهمترین شروط آزاده بودنه، اینکه شما اگر که جایی لازم هست نبگین. و این نگفتن متاسفانه میدیدیم دیگه اوائل انقلاب، یعنی تمام این 44 سال شما میخواستین بریم استخدام بشین، هر چی بهتون میگفتن باید میگفتین چشم، دقت میکردین، باید عقیدتی سیاسی شما رو تایید میکرد، نماز میرفتین میخوندین، روزه باید میگرفتین و جرأت نمیکرد کسی نبگه. برای چی؟ برای که اون نیاز جلوی آزادگی شما رو میگرفت. شما نیاز داشتیم به اون کار، نیاز داشتیم به اون پول، و وقتی گفتیم کسی نیازمند باشه از آزادگی دور خواهد شد. همون جور که وقتی کسی آزمند باشه میخواد یکیشو بکنه، دوتا دوتاشو بکنه، صد تا، اختلاسهای کلان روی میده، دزدیهای کلان روی میده. و جالبه این عده‌ای که میفتن تو کانالهای دزدی، دزدیهاشون بی سر و تهه، دیگه پایان ناپذیر میشه. یعنی شما میبینید که طرف 44 ساله، مثلا خانواده رفسنجانی 44 سال دستشون تو خون ملت ایران و دستشون تو نفت ایران، تو سفره مردم ایران، تو منابع ایران، و همینطور خوردن و چاپیدن و بردن 44 سال. بابا انسان از یه اندازه بیشتر که بدوزه و ببره و بخوره، دیگه شما مگه چند سال قرار زندگی بکنی؟ مگه چقدر میتونی بخوری؟ از یه اندازه بیشتر شما بقیهش میشه به صفر حسابهای صفر جلو حساب بانکی شما. شما یه اندازه بیشتر وقتی طرف چند میلیارد داره میدوزه و میبره میخوره، اینا تا آخر عمرش هم فقط سکه طلا به جوه بخوره تموم نمیشه. ولی این آزه که اجازه نمیده و موجب شده که الان 70% مردم ایران گشنه، 90% مردم ایران الان نون شبشون گیرشون نمیاد، تو صف نون شب، یعنی دیگه مسئله فقط مسکن و خونه و ماشین و شغل و دانشگاه و اینانی، یعنی قشنگ همین نون شبشون رو مردم ندارن بخورن و باید برن 50 ساعت باستن تو صف دو تا نون بگیرن بیان خونهشون. این وضعیتی است که وقتی انسان‌ها در برابر ستم و ستمگر سر فرود بیارن، صداشون در نیاد، خاموش باشن، شما دست و پای یک دزد رو باز میذارید که بیشتر و بیشتر و بیشتر هر روز یه قدم بیاد جلوتر، بیشتر از شما بدزده، بیشتر از سفره شما کم بکنه و حقوق انسانیتون و شرافت و کرامت انسانیتون رو کلن ازتون بگیرن. بنابراین آزادگی یکی از مهمترین مطالبی است که ما هممون به عنوان ایرانیانی که میخوایم از نو ایرانی بشیم، میخوایم هویت ایرانی پیدا کنیم، یکی از مهمترین ارکان منش ایرانی آزادگی است که باید از نو ایرانی بشیم و پیدا کنیم. البته من فکر میکنم تنها راه رسیدن به آزادگی در این شرایط عبور از جمهوری اسلامی مخصوصا اسلام هستش. یعنی تا مردم ما از اسلام عبور نکنن، خاطر محدودیت هایی که این ایدئولوژی گذاشته برای انسانیت و آزادگی، هرگز نمیتونن اون جایگاهی برسن که به عنوان انسان بخوان به فکر آزادگی باشن. پس تنها راهمون عبور از اسلام و کنار گذاشتن اسلام با تمام مخلفاتش. حالا چه کسانی که بعد الان هم دارن دم میزنن از جمهوری دموکراتیک، این خیلی تو دل من همیشه بگم، اونها هم کسایی هستن که شدیداً اعتقادات اسلامی دارن و سعی میکنن یه جوری دوباره سر مردم شیره بمالن. و اینجا بانو ارتمیس اگر اجازه دید من یه اشاره هم بکنم به کسانی که این روزها با شنیدن شعار رضا شاه روحت شاد چنان کهیر زدن که شروع کردن به سوسه اومدن در رسانه‌های مختلف که نه ملت ایران منظورشون از رضا شاه روحت شاد همون قسمت جمهوری خواهی، نمیدونم منظورشون جمهوریه. آخه عزیزای ناعزیزای نامحترم، ملت ایران دیگه گذشتن از جمهوری به جمهوری و اسلام به هر شکلش، دارن خیلی شفاف میگن که رضا شاه روحت شاد. بعد شما دنبال چی هستین آخه؟ ببینین این رضا شاه روحت شاد از مهمترین شعارهایی است که مردم یک لحظه نباید دهنشون بیفته. حالا چرا؟ اگه شما فقط بگین مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر این حکومت، اون
میتونی شما مجاهد باشی، اونم همون حرفو میزنه. میتونی چپی باشی، اونم همون حرفو میزنه. میتونی ملی مذهبی بسام مصدقی باشی، اونم همون حرفو میزنه. میتونه فدرالیست باشی، اونم همون حرفو میزنه. ولی شما هنگامی که میگین رضا شاه روحت شد، یعنی نه تنها مرگ بر جمهوری اسلامی و خامنه ای و کل این دار و دسته، بلکه معنی میده که من جایگاه فکریم کجاست، من چه سیستمی رو برای این کشور مناسب میدونم و چی فکر میکنم برای ایران من کار میکنه. اون پادشاهی است که ریشه در درازای تاریخمون داره و هر آنی که ما پادشاهی بودیم، پادشاهی نه سلطنت، پادشاهی بودیم، بر تارک جهان درخشیدیم، هم در دوران پیش از اسلام، هم در 50 سال پادشاهی رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی. هنگامی که ما پادشاهی پارلمانی داشتیم، همواره بر تارک دنیا درخشیدیم و همواره ما رو به آبادی و سازندگی رفتیم. برای تنها چیزی است که واسه این ملت کار کرده و خواهد کرد، و به ویژه فقط مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای نشون نمیده که مردم چی میخوان، ولی رضا شاه روحت شاد دقیقاً نشون میده مردم چی میخوان. کاملا درسته و خسته نباشید میگیم همینجا به تمام مردم جنوب و شهرهای مختلف ایران که این روزها واقعا شجاعانه ایستادن در بر شهر کرد، کل فکر کنم شهرهای لرنشین، رشت، یه قسمتایی از تهران، شیراز، اکثر شهرها یواش یواش دارن بلند میشن و واقعا تنها با همین اعتراض و یک پارچه شدن و اعتقاد میتونیم جمهوری اسلامی رو شکست بدیم و با شعار رضا شاه روحت شاد میتونیم دهنی بزنیم به تمام کسانی که طی این چند سال مأمور بودن برای جمهوری اسلامی که تبلیغ کنن حکومت به شکل‌های مختلف دیگه غیر از پادشاهی رو برای ایران عزیز. و حق مردم ما نیست واقعا به خاطر نون یا مرغ یا ماهی یا هر چیزی، نیازهای اولیه زندگی که حق هر انسانیه، بخوان برن تو صف وایسن و اینقدر خودشون رو از نظر انسانی پایین بیارن. حق مردم ما زندگی شرافتمندانه در رفاه و آرام بشه. بانو آرتیمس اگر صحبت پایانی دارید ما میشنویم. سپاسگزارم از شما بانو افسانه. با آزادگی میتوان ستم و ستمگر و در واقع آژیده هاک ها رو سرنگون کرد. با آزادگی است و آزادگی شماست که آزادی رو براتون بعدن به ارمغان میاره و ما روزی این کشور رو نه از دست این حکومت که از اسلامی که با همه آزادی های زندگی انسانی مخالفه و تمام حیثیت انسانی رو زیر سوال میبره، یک بار برای همیشه تکلیفمون رو یک سره کنیم و دست و پای این ملت 10,000 ساله رو باز کنیم، بذاریم سبکبال پر بکشن و برن به سمت ساخته شدن آبادی و شادزیستی. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز. دوستانی که بیننده این برنامه هستن لطفاً در به اشتراک گذاشتن این برنامه با دوستان دیگرتون ما رو همراهی و همکاری کنید. جاوید شاه، پاینده ایران، بدرود. پاینده ایران، بدرود.